عزیز. سلام، خوبی؟ من دارم برای زیبا ویدیو مسیج میگیرم. الان باهات صحبت میکنم. سهر آراد آره سبیدم که دارم باز میکنم. یه سکی با مزدن دارم سپر. پاییز آمد در میان درختان لانه کرده کبوتر از هراوش باران می گریزم. خورشید از هم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشینم. من با قلبی به سپیدی صبح با امید بهارم میروم به گلستان همچو عطر عقابی یا به لای درختان مینشینم. سپه الان منتظر این ماشینه که اینا بهش بده. دیگه عشق کرده با اسباب بازی بچه ها. خوبه؟ پسر میگه خوبه؟ سفر فقط تو این اتاق هست. هم یه ذره از سگه میترسم، هم که اینقدر اینجا اسباب بازی هست کیف کرده دیگه. اصلا خواب پروکی اینا رو همه رو فراموش کرده. زیبا هیچی نمی کنه، فقط مشغول بازی به بچه هست. نمی تو یه بار دیگه بار عرصکر رو پرت کن. این مثل سگ فرشته نیسته پهرنگار. خب پرت کن، صداش کن. اسمش مورفیه. مورفی چرا نمیاد؟ نمیدونم مورفی نشسته اینجا. آه رفت سمت کاهو. همون یه خود کاهو بزن. سبه این بزن چپ دستش بخوره. دستتو اینجوری بگیر. نه همون جوری بگیر. همون جوری بگیر. آفرین. دوست منو گاه بگیر. نه صاف بگیر، انگشتتو نگیره. چی شد؟ ببینم سیبا اینا رو ببین. اینا رو خود آرن و آراد و آرن درست کردن. ببین سنجابه چقدر خوشگله. اینم ببره درسته؟ آره مست شیر یا ببره؟ سیبه خب من نمیدونستم مینا با اینا رو خودشون درست کرده. خیلی خوشگل و شیکن. اینم از مورفی. خیلی باحال صدا میده باشه. سبه بچه ها کجا؟ بچه ها آها چی کار دارم میکنم؟ خب الان وقتی اینو زحمت بیشت از بیرونو خواست پایی کرده. آراد که دیر اومد سپه شروع کرده. عاشق همبرگره. خب اینه که پیتزای آره نمینا همبرگر آره. آره دارن سپه نخوره برای تو هم میخوره. خودت میدونی مرسی مینا زحمت کشیده.
خب بری سوار ماشین شو بهت ماموریت. آها. مثلا تو باید میدونی چی بگی. آره باید بگی هلپ هلپ. آره بگو بگو مثلا هلپ هلپ بگو. خونه نورمن آتیش گرفت بودا. نورمن سو پیرو به سوالی که فری از من کرده بود راجع به خونه مینا و من ازش پرسیدم که چه سوالاتی داری، اون به من گفتش. حالا من جواب سوالای فری رو میدم. اگه خودم هم چیزی به نظرم رسید راجع به خونه مینا حتما میگم. راجع به جواب خونه مینا پرسیده بود که من خیلی خوشم اومد، سپهرم همینطور احساس راحتی داشتیم از بعد به ورودش، استقبالی که ازمون شد، خودش، بچه ها، خیلی خانم آروم و خونگرم و بعد خونش خیلی خوشگل بود، همه بودیهشون کلن یه برج قشنگی بود، همون پنجره ها و آشپزخونه و اون میزی که چیده بود، کلن خیلی من اونجا رو دوست داشتم که به پیشنهاد زیبا و خودم حتی راحت که شب بمونم خونهشون ازش پرسیدم که میتونم ببخشید از این سوال خاطرس پرسیدم من یه لحظه حواسم رفت. حتی بهشون گفتم مثلا پیشنهاد دادم یه 2-3 ساعت بعد از اینکه اونجا بودیم ما دیر رفته بودیم، دوست داشتم بیشتر بمونم، یعنی خیلی دوست داشتم بیشتر اونجا بمونم. ازش پرسیدم میتونم شب بمونم، گفتش که ترجیح میدم که باشه برای یه وقت دیگه که بتونیم از استخدامش استفاده کنیم. چیزی گفتم و بعد ازش پرسیدم خب ما میتونیم تا چه ساعتی بمونیم، بچه‌هاتون تا کی میخوابن؟ ما تا 12:01 بیداریم چون فرداش هم تعطیل بود دیگه. علیرغم اینکه سپهرم زور نخوابیده بود و مثلا خسته به نظر اونجا که نه، ولی خب میدونستم که انرژیش داره تموم شه، ما قبول کردیم که مثلا تا 12 بمونیم و من خیلی خیلی احساس خوبی نسبت به خونش داشتم، خیلی قشنگ بود به نظر من. این از جب خونهشون. بعد من خودم اونجا برام سوال بود که خب بدونم که مثلا مینا تا اونجایی که من اطلاعات دارم، خیلی اطلاعاتم دقیق نیست رابطه راجع به رابطه سحر مینا زیبا، خیلی اطلاعات دقیق ندارم، ولی تا اونجایی که من میدونم خیلی برام سوال بود که مینا مثلا با اینکه خانواده‌اش و خودش حالا یا مخالف 100% زیبا یا یه بخشی مخالفت دارن، ازش پرسیدم که من اینجوری سوال مطرح کردم که شما که به نظر مخالف میان پس چطور بچه ها رو میپذیرین، مثلا چطور منو پذیرفتین، یا انگار نرگسم رفته بود خونه شون. یه دو نفر دیگرم گفت نمیدونم. گفتم پس چطور اونا رو میپذیرین که
آسوقش یکیش این بود که خب از تو خوشم میمان، یعنی دوست داشتم که تو بیای خونمون. و اینکه راجب وحید گفت مثلا وحید من چرا نپذیرفتم، چون انگار یه لایو با زیبا داشته راجب مثلا خیانتایی که کرده بوده به فاطمه، اونا رو توضیح داد که گفت همسرم هم مثلا زیاد از وحید خوشش نیومده بود، مرا گفت بود من خیلی مثلا خیانت کردم به همسرم. اون بعد انگار گفتش که زیبا هم گفته خوب کردی، گفت این قسمتش خوب انگار مثلا خوشش نیومده بوده. راجب این چیزا صحبت شد که مثلا زنگ زد به فاطمه، فاطمه رو خیلی مثلا خانم قدرتمندی میدونست و اینا. بعد یه جا هم گفت یه جا هم گفتش که من بیشتر از سحر لجم در اومد که رفت مثلا خونه وحید و اینا. راجب خود زیبا دقیق نمیدونم، گفت اینو یادم که گفت من بیشتر از خود از دست سحر مثلا عصبانی بودم. و اینکه گفت یه چیز دیگه هم که پیرو به همین سوال من گفت، گفت مثلا خب ما میدونستیم که مثلا وحید اینطوری و اینا مثلا این شخصیت رو داره که حالا مثلا زیبا مثلا فهمیده که مثلا منظور ما چی بوده و اینا. بعد گفتم خب تو لایو چت منو دیدی که راجب سپه گذاشته بودم و اینا راجب تغذیه سپه؟ گفت آره دیدم. اینطوری به من جواب داد، گفت آره زیبا به سحر گفته بوده که مینا از اول لایو تا آخر لایو بوده، در صورتی که من اولش بودم ولی آخرش نبودم. که از من پرسید خب مثلا زیبا چه پیشنهاداتی راجب خوراک سپه رو اینا داد، که من برایش توضیح دادم فقط گوش کرد. یا از من ازش نخواستم یا من متوجه نشدم، یادم نمیاد که نظر دقیقی، البته منم پیگیری نکردم که نظر واقعیش راجب زیبا چیه، چه بخش قبول داره، چند درصد قبول داره، اینا رو دیگه یادم نمیاد. در مورد غذا، من که رفتم خون به من گفتش که شام بیاید خونم و اینا، دیگه من دیدم خب ما داریم دیرم میریم و دیگه طبیعتاً بعد شام بمونه بگه من بگم نوانه، خب تعارفه، قبول کردم. بعد که رفتیم اونجا گفتش که آره من میخواستم لوبیا پلو بپزم ولی وقت نکردم و نتونستم این کارو بکنم، حالا غذا از بیرون بیارم. که من بهش گفتم که اگه موافق باشی غذا از بیرون نگیر، من موافق نیستم که غذا از بیرون بگیریم، میخوای مثلا حتی ما با املت هم موافقیم، میتونیم مثلا نیم روی املت هم با هم دیگه بخوریم، من کمک میکنم با هم دیگه با بچه ها با هم دیگه املت نیم روی چیز درست. گفت نه من غذا از بیرون سفارش میدم. بعد آرم پسر کوچیکش به همینطوری ما که راجع به شام صحبت کردیم به مامانش اینطوری نگاه میکرد، بعد مامانش یه خنده‌ای کرد و گفتش که گفت آرن عاشق پیتزا و غذای بیرونه، این من بهش گفتم منتظره که غذای بیرون مثلا بیاد بخوردم. سپهر منم که عاشق همبرگره دیگه، اونم بشنوه احتمالا خیلی ذوق میکنه. بعد بهش گفتش که آرن میخواستم لوبیا پلو بپزم که وقت نکردم، موادشم گرفتم ولی وقت نکردم. که من بهش گفتم واقعا دوست داشتم، گفتم مینا منم کمکت میکنم لوبیا پلو رو، خب ما که میخوایم بیشتر بشیم، دیر اومدیم که وقتم که داریم، بیا با هم دیگه لوبیا پلو رو تاشپسونه با هم دیگه درست کنیم بخوریم. خیلی موافق نبود خودش، نه مستقیم ازش نشنن. دوباره آرن به مامانش نگاه کرد که ما مثلا منظورش بود که مامان من غذای بیرون میخوام. بعد منم با خودم نگفتم که خب من اگه الان اینو مثلا اصرار بکنم بعد خب ما درست کنیم، خب آرن احتمالا خیلی ناراحت میشه، چون انگار خیلی مشتاق بود که غذای بیرون بیاد و من دیگه اصراری به غذا درست کردن با هم دیگه نکردم و غذای بیرون رو علی رغم اینکه رو هم به خاطر هزینه‌اش راضی نبودم، هم که خب غذای خونی خب صد البته که بهتره، ولی اونجا تصمیم اول این شد که مثلا تو ذوق احساس کردم که خیلی تو ذوق آرنی میخوره اگه ما این کار رو بکنیم. اینم در مورد غذای بیرون. ولی این از من فیری سوال کرد آیا تو پیشنهاد غذا ندادی؟ چرا، من دو بار بهش پیشنهاد دادم و حتی من تو آشپزینا فرزم، گفت طول میکشه، گفتم نه من سریع میتونم، یعنی میتونم قشن هندل کنم، گفتم من میتونم این کار رو بکنم برات آشپزی کنم، که نشد.
و سوال جالبی که فیری کرده این که تو راجب رابطه مینا با بچه هاش یا همسرش دیدی که حس بدی بهت بده و نتونی اونجا بیان کنی، همسرشون که نبودن، راجب رابطه خودش با بچه ها خیلی کلن هم خودش خیلی خانم آرومی، هم بچه هاش خیلی آروم بودن. من نظری ندارم راجب این قضیه که حس بدی، نه هیچ حس بدی نگرفتم ازشون، ولی خب یه سری چیزا رو دیدم که برای من عجیب بود مثلا، ولی نمیگم بد بود یا خوب بود، نمیتونم نظر بدم چون واقعا نمیشه نظر داد، چون من نه تو موقعیت اونم نه توی شرایط حالا هرچی تحصیلی مالی. من یه ذره با احتیاط راجع به روابط پدر مادر با فرزندان نظر میدم، چون خیلی تنوع بالاست، متفاوت، دیدگاه ها متفاوت، اولویت ها فرق میکنه، خیلی نمیتونم نظری بدم. ولی مثلا چیزی که به چشمم اومد مثلا اسباب بازی خیلی زیاد بچه ها بود، یعنی واقعا به نظر من خیلی بود اسباب بازی، یعنی به نظر من که حالا یا خودم یا بچه خودم یا بچه های دیگران رو این چیزایی که تا حالا دیده بودن، این به نظرم زیاد اومد و بعد خوبش من نمیتونم تشخیص بدم که آیا اون همه اسباب بازی بعد خوبه، نمیتونم. شاید اگه خودم وضع مالیم خوب بود شاید منم مشتاق بودم که مثلا اینقدر اسباب بازی بخرم و دوست داشته باشم. راجع به این قضیه من خیلی نمیتونم نظر بدم. ولی راجع به روابط بچه ها با مینا خوب بود، من چیز خاصی ندیدم بینشون، فقط اینکه مثلا خیلی انگار خودشون و همسرشون روی درس بچه ها خیلی تاکید دارن، یعنی من هر پیشنهاد میدادم که من اونجا پیشنهاد دادم که بیا بریم خونه، یه روز بریم خونه نرگس، چون اونجا دیدم نرگس هم دوتا پسر داره، مینا هم دوتا پسر داره و گفتم اینا خیلی خوب میشه، گفتم بیا مینا بیا با هم دیگه یه روز صبح جمعه با مترو بریم سمت خونه نرگس اینا، ظهر اونجا باشیم دوباره عصری برگردیم، یعنی یه سفری بشه. به نظر من که تو ذهن اومد خیلی خوش میگذره اگه این کارو بکنیم، روابط بچه‌ها یا خودمون که با مترو میریم میایم، که گفت بچه ها درس دارن. یه سوال دیگه هم کردم یادم نمیاد که چی بود، گفتش که این اولویتش انگار درس بچه هاست، براشون انگار مهمه. و یه سوالی که فری از من کرده که آیا حاضر میشه مینا با هم دیگه برید خونه متین، یعنی خونه نیایش، نمیدونم، من اونجا به ذهنم نرسید که این پیشنهاد بهش بدم، ولی فکر خوبیه. به نظرم من این پیشنهاد رو حالا بهش، اصلا نمیدونم مینا میاد نمیاد، اینا رو نتونستم زیاد پی ببرم به این قضیه. میگم بارها هم گفتم خیلی خانم کم حرف و آرومیه و سوالات رو خیلی با طمأنینه جواب میداد، اینو ولی حتما بهش میگم.